دوستان عزیزم سلام و درود بر شما من امیر سینکی هستم مدرس آواز و موزیسین بعد از تقریبا 21 سال تدریس موسیقی به این نتیجه رسیدم که بسیاری از خواننده ها اشتباهات بزرگی میکنن که شما نباید اونا رو مرتکب بشید من تقریبا 3500 ضبط توی استودیو ظرف 15 سال گذشته داشتم با آهنگسازی برای صداسیما و آهنگسازی برای کارشناس های موسیقی برای گرفتن انواع مجوز به این نتیجه رسیدم که میشه بهترین راهها و کاربردی ترین راه رو انتخاب کرد برای اینکه موفقیت ایجاد کرد من امروز میخوام اینها رو به شما یاد بدم تجربیات من در صدا برداری و همچنین اینکه خود من یک خواننده هستم بهم به نشون داده که بسیاری از مطالبی که تو آموزشگاه ها و تدریس های خصوصی آموزش داده میشه غیر کاربردی برای اینکه ما بتونیم اونها رو کاربردی کنیم امروز میخوام یک چارتی رو براتون تعریف کنم که این چارت رو در کل دوره آموزش هم به شما یاد خواهم داد خیلی خب ببینید اگر تصور بکنید که ما به عنوان یک خواننده کسی که میخواد آواز بخونه این آواز در تمامی سبکا فرقی نمیکنه چه پاپ باشه چه سنتی باشه چه موسیقی تلفیقی باشه چه راک باشه چه گفته آواز باشه و اصلا هر چیزی که مربوط به خوانندگی میشه من میتونم این رو به شما به این شکل آموزش بدم اول یادتون باشه که یک دفتر و کاغذ بردارید به غیر از اینکه این ویدیو رو نگاه میکنید مطالبی که میگم بسیار بسیار کاربردی و مهمه و اینها رو بنویسید چرا باید بنویسید به خاطر اینکه مرورش طبق سلسله مرتبی که بهتون آموزش میدم بسیار حیاتیه خیلی خب اولین گام این هستش که آواز به سه بخش یعنی یک سه شاخه مختلف تقسیم میشه این سه شاخه عبارت است از صدا سازی و باید ها و نبایت های آوازی یعنی اینکه شما چجوری میتونید با استفاده از امکاناتی که بهتون داده میشه یک صدای بهتر داشته باشید البته بگم تعریف هر کدوم از این سه مورد با هم دیگه متفاوته اول بریم سراغ صداسازی سازی دوست دارید بدونید صدا سازی چیه تا حالا از،, از،, خیلی از دوستانتون از مدرس های مختلف یا اینترنت یا سرچ که کردید دید که تعریف صداسازی سازی چیه است ولی من خواهم یه تعریف جامعی بهتون بدم کلیه کارهایی که یک خواننده انجام میده تا بهترین حالت اجرای خودش رو بتونه داشته باشه رو بهش میگن صدا سازی. صدا داره یه سری از زیرمجموعه هاست. مثلا بخش اولش بحث تنفسه. بسیار بسیار مهمه چون تمام ساختمان تولید صوت ما از بیس و پایه خودش یعنی تنفس شروع میشه موضوع بعدی موضوع فن بیان هست اینکه شما چجوری بیان داشته باشید که بتونید با بیان خودتون روی شنونده خودتون تاثیر بذارید در کنار اینها ما هر جلسه یه مباحثی از سولفیج رو هم خواهیم گفت ولی اجازه بدید اول ادامه بحث مربوط به صداسازی رو براتون بگم تو بحث صدا سازی ما خیلی زود میریم بعد از اینکه تنفس یاد گرفتیم و فن بیان یاد گرفتیم میریم سراغ ویبراسیون خیلی به من میگن چرا ویبراسیون انقدر سریع هنوز خواننده خیلی از کارا رو نمیدونه چرا انقدر سری؟ به خاطر اینکه ما باید دیافراگم خودمون رو و تنفس دیافراگمی خودمون رو تقویت بکنیم بنابراین میریم سراغ ویبراسیون ویبراسیون اصلا تعریفش چیه ما به یک سری از لرزش های ارادی صدا که توسط سیستم تنفس ایجاد میشه میگیم ویبراسیون اینو یاد خواهید گرفت تو کلاس و بعد از اون شما باید آناتومی بدن رو که یک قسمت خیلی جزئی رو من در تنفس گفتم کامل کنید یعنی بدونید که ما چجوری از طریق هنجره و جعبه های رزونانس قفسه سینمون یلو و کاسه سرمون صداها رو تشدید میکنیم که بتونید یاد بگیرید اگه صداتون تیز یه مقدار بمی بهش اضافه کنید اگه خیلی بمه بهش یه مقدار های فرکانس یا تیزی اضافه کنید اینها رو همه رو بهتون آموزش خواهم داد و متوجه میشین کلاس چقدر حرفه‌ای و چقدر کاربردی طراحی شده خب بعد از اینکه شما بحث مربوط جعبه های رزونانس و آناتومی بدن یاد گرفتید من احساس در خوانندگی که مجموعه از همون فن بیان هست و انتقال احساس به شنوندتون هست که بسیار بسیار مهمه رو بهتون یاد خواهم داد یعنی شما یاد خواهید گرفت که چجوری کلمات رو بیان بکنید چجوری احساس خودتون رو در عمودی شعر و افقی شعر طراحی بکنید و اینو بتونید به شنوندتون انتقال بدید چجوری ما میتونیم مثل یک بازیگر با کلک های مختلف این کار رو انجام بدیم من همه اینا رو به شما یاد خواهم داد و در نهایت توی بحث صداسازی بحث تحریر ها رو خواهیم داشت خیلی هم میگن تحریر اصلا یعنی چی من از خیلی از شاگردام نه میگن لرزوندن صدا اصلا این صحبت ها نیست تحریر اجرای نوت های گامه دقت کنید گام چیزی که شما باید یاد بگیرید گام رو در کلاسای خودم به شما آموزش خواهم داد با زبان بسیار ساده اجرای نوت های گام بر روی مصوت ها مصوت ها کدوم هستن ا او ا او دقت کنید این چارتی که امروز دارم بهتون آموزش میدم فقط چارت ها مثل سرفصل کتاب های مدرسه ای و دانشگاهی که اول توضیح میده که قرار چه اتفاقی بیفته پس ما هم قرار این کار انجام بدیم خب همونطور که گفتم تحریر بحث مربوط به اجرای های گام بر روی مصوت ها است در طولی که من دارم به شما یعنی در زمانی که من دارم به شما صدا سازی رو یاد میدم حتما از سلفش خواهم گفت باز هم ممکنه صلفش تعریف های مختلفی ازش شنیده باشید ولی خیلی تعریفش ساده است سلفژ یعنی نوتخانی حالا جالبه بدونید شما مدت ها رفتید مدرسه الف رو یاد گرفتید از این الف با کلمه میسازید جمله میسازید ما هم قرار همین کار بکنیم یعنی قرار یاد بدیم به شما چجوری بتونید با استفاده از حروف موسیقی جملات موسیقی رو بخونید و بنویسید البته این رو در, شر... در, حدودی بهتون درس میدم که کاربردی باشه نه اینکه مثلا به اندازه چهار سال کلاس های سولفج دانشگاهی به شما بخوام درس بدم اصلا نمیخوام وقت شما گرفته شه ما میخوایم مستقیم میریم سر هدفمون خب بنابراین آ... بهتون خواهم گفت که این سولفج که یعنی نتخانی به دو شاخه مختلف تقسیم میشه اینو حتما بنویسید پارالاتی و کانتاتی تکرار میکنم پارالاتی و کانتاتی پارالاتی نوتخانی اسم و وزن و ریتم یعنی شما همون حروف دوره می فا فقط به صورت اسم و ریتم و وزنش میخونید ولی تو کانتاتی صوتش هم میخونید یعنی دوره می فا دو یعنی صوت این نوت ها هم خواهید خوند و شما یاد میگیرید که چه گستره بزرگی موسیقی داره و چقدر لذت بخش میشه وقتی شما حرفه ای روش کار بکنید و نگاه بکنید بعد در کنار تمام اینها سعی میکنیم تو جلسات مختلف به شما باید ها و نباید آوازی رو بگیم یعنی چی باید ها و نباید آوازی یعنی اینکه شما باید یاد بگیرید که چجوری از هنجرهتون مراقبت بکنید مثلا چجوری صداتون رو گرم بکنید چه چیزهایی بخورید چه چیزهایی نخورید اصلا هنجارهای آوازی چیه چرا بعضی از استادای قدیمی موسیقی ایران به فرض قبل اجراشون